فرمانده سپاه ناحیه امام هادی شهرستان کرج گفته همزمان با روز 22 بهمن و گرامی داشته 43 ومین فجر انقلاب اسلامی مراسم جشن ازدواج 43 زوج جوان مؤمن انقلابی به همت جهادگران و بسیجیان این ناحیه با حضور در راهپیمایی خودروی کرج برگزار شده. پاسدار علی شعبانی در حاشیه راهپیمایی مردم کرج در گفتگو با خبرنگاران گفته زوجهای جوان انقلابی در روز 22 بهمن ماه با حضور در راهپیمایی خودروی کرج آغاز زندگی مشترک خودشونو در قالب برنامه وسال عاشقی جشن گرفتند. و هدف از اجرای این برنامه رو ترویج فرهنگ ازدواج آسون و تسهیل در انجام این امر مبارک دونسته و گفته این زوجهای جوان در سطح حوزه استحفاظی سپاه استان البرز شناسایی شدند و امروز جشن ازدواج اونا برگزار شده تا همزمان با فجر نور در ایران زندگی مشترکشون رو آغاز کنن شوانی گفته دهه فجر یک انقلاب نور بود که خداوند متعال به مردم کشور ما عطا کرده بعدم گفته خداوند به ملت ایران که به گفته شهید چمران ملت امام حسینه نگاه و اونها رو پیروز کرده و ما هرچی داریم از این انقلاب و شهده است. در ادامه هم با بیان اینکه سال گذشته 42 زوج المرزی با حضور در جشن 22 بهمن کرج زندگی مشترکشون رو آغاز کردن گفته برای این زوجهای جوان چه پیش از ازدواج و چه پس از ازدواج دوره های آموزشی سبک زندگی اسلامی و همسرداری و مشاوره برگزار میشه و رها نمیشن به طوری که حتی پس از بچه دار شدن کمک هایی لازم به اونا ارائه میشه فرمانده سپاه ناحیه امام هادی شهرستان کرج با اشاره به اینکه بر اساس آمار ارائه شده نرخ طلاق در البرز بیش از 50 درصد ازدواج ها در هر ساله اظهار کرده این در حالیه که از 42 پیوند ازدواج انجام شده در سال گذشته توسط سپاه فقط زندگی مشترک یک زوج از این تعداد به طلاق انجامید ما هم برای این زوجای عاشق که در روز وسال عاشقی زندگی پر از نور انقلابیشون رو شروع کردن آرزوی خوشبختی میکنیم اما چشممون از اینکه که بچه هایی که قراره به دنیا بیارن تحت پوشش این حیوله ها بخوان آدم بار بیان و انسانیت داشته باشن آب نمیخوره محمد لاریجانی که اصلا ایرانی نیست و اصلیت عراقی داره و به اسم ایرانی یکی دیگه از چپاولگرای حکومت قاسب که بر ایرانه اعتراف کرده در نظام ما دموکراسی به معنای واقعی وجود نداره رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی گفته دشمن با جامعیت اسلام و رأی مردم در ساختار نظام اسلامی سر جنگ دارند. به همین علت دائم درباره هر دو موضوع مهم القای شبهه میکنن لاریجانی گفته دشمنان دائم میگن اسلام دین سرزنده ای نیست و کهنه شده یا اینکه اسلام دین حوزه خصوصی در حالی که دوگانه حوزه عمومی و خصوصی یک موضوع ساختگی است و مبنای فلسفی نداره از سوی دیگه القا میکنن اسلام دین قابل تبیین جهانی نیست علاوه بر اون همزمان تلاش میکنن به نقش مردم در ساختار نظام اسلامی شبهه وارد کنن این در حالیه که اساسا در نظام ما دموکراسی به معنای سکولار آن مفهومی نداره و به همین علت در قانون اساسی عبارت دموکراسی نیومده و ادامه داده وقتی از جامعه سخن گفته میشه صرفا نباید تکیه ما به اعداد و ارقام باشه باید به تصویر واقع بینانه از جامعه بپردازیم جامعه ای که به وجود آورنده انقلاب اسلامی که در اون رویش های بسیار زیاد و حتی عجیبی هم به دست اومده بعد هم گفته البته در موضوع طبیعی نباید از نقش رسانه و فضای مجازی غافل بود در عین حال باید اخلاق رسانه ای رو در برابر حجم زیادی از اطلاعات تبیین کرده تا جلوی اون چه که بده رو بگیریم لاریجانی با تاکید گفته اگرچه در دوره ای حرف از مکتب ایرانی بود اما قابل عرضه بودن اسلام در سطح جهانی یک واقعیت انکارناپذیره مگر اینکه ما مسائل سطحی از اسلام رو در نظر بگیریم درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید